الان مرحله بعدی اینه که بعد کل اتاق این دیوارا و سقف و اینا رو تمیز کنیم که ذره خاک روش نباشه. یه دور با این کل دیوارا رو من سنباده زدم. بالاخره رسیدیم به اون مرحله که بخوایم دیوارهای اتاق رو رنگ کنیم، یعنی بعد از 11 ماه ما به اونجا رسیدیم که بخوایم دیوارها رو رنگ کنیم. فقط الان صدا میبینی خیلی میپیچه، یعنی کلا توی این ویدیوها صدا خیلی میپیچه، من که اتاق خالیه دیگه. ولی خب قبل از رنگ کردن بعد اینجا رو آماده سازی کنیم، یعنی کلیپ پریزا رو باید کاور کنیم. این پنجره پشت من که میبینین الان مثلا نایلون پیچیدیم دورش، چسبوندیم و اینا که رنگی نشه. اتاق رو باید آماده سازی کنیم برای رنگ. ما برای اینکه این کف زمینمون پارکتمون خراب نشه، اون پلاستیک قبلی رو گفتم برداشتیم دیگه، کلا برداشتیم و این کف رو تمیز کردیم. بعد من یه متریال دیگه، یعنی یه کف پوش دیگه ای سفارش دادم برای حفاظت از پارکت که اینه. من یه 50 متر اینو سفارش دادم، نمیدونم اسمش چیه. بچه من لینک تمام این ابزارها و مواد متریالایی که توی کل این پروسه ها استفاده کردیم، از بتونه کاری گرفته تا نمیدونم سنباده کاری و رنگ کردن و اینا، تمام اینا لینکاشون رو میذارم زیر ویدیو، خواستین دیگه برید نگاه کنین چی به چیه. اینم نوشته بود که ضد آب و فلانه. از نزدیک که ببینین، میبینین این سمتش یکم چیزه، یعنی یکم که نهایت پلاستیکی داره، و نوشته بود که مثلا عایق در برابر آب و رنگ و فلان اینا. حالا در آخر کار بعد ببینیم که در عمل چقدر از این زمین ما محافظت میکنه، ولی اینجوری که میبینیم به نظر میاد که خیلی اوکی باشه. بالاخره این کف زمین آماده شد. حدود فکر کنم یه ساعتی طول کشید تا ما این کف پوشا رو پنگ کردیم، کف زمین رو قشنگ چسب زدیم و اینا. صبح هم یه دو ساعتی آندری اومده بود مثلا این کلیپ پریزا توشون کاغذ گذاشته بود و اینا. منم چند روز پیش باز یکی دو ساعت اومده بودم تمام این قاب پنجره اینا رو چسب زده بودم و مثلا چیزای دیگه آماده کرده بودم. کلا فکر کنم آدم بخواد مثلا همه رو اگه یه روز انجام بده، فقط یه روز رو باید بذاره برای این چسبکاری ها و کف پوش گذاشتن و محافظ گذاشتن و پلاستیک پنگ کردن از اینجور چیزا. همونطور که میبینید ما آماده شدیم برای رنگ‌آمیزی. من خیلی کنجکاوم ببینم که این کاوره آیا واقعا کاوری میکنه، محافظتی میکنه در برابر رنگ یا نه، برای اینکه در برابر خاک سنباده کاری که واقعا خیلی محافظت خاصی نکرد. حالا ببینیم برای رنگ چی کار میکنه. ولی نکته بسیار هیجان انگیز و متفاوت رنگ کردن ما چیزی نیست جز این دستگاهی که پشت سر من میبینید. به این دستگاه میگن ایرلس سپریر، یعنی ترجمهش بکنم میشه سپری بدون هوا، ایرلس بدون کمپرسور این در واقع. و خیلی خیلی این داستان داشت برای ما و الان خیلی واقعا کنجکاویم که کار کردم با این به کجا میرسه. ماجرای این دستگاه اسپری هم اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم اینه که ما اول قبل اینکه اصلا بیایم توی خونه، یعنی همون موقع که اصلا قرارداد خرید خونه رو امضا کردیم، پلنمون بر این بود که قبل از اینکه اسباب کشی کنیم مثلا یه دو روز قبلش بیایم کل خونه رو سری رنگ کنیم. بعد حالا به دلیل زیادی این پلان کنسل شد، یعنی اصلا نمیشد که چه این اتفاقی بیفته. گفتیم اب ندارم، حالا اومدیم خیلی وسایلمون رو باز نمی کنیم، دونه دونه اتاقا رو مثلا رنگ می کنیم و اینا، که باز هم سرتون رو نمیخوام درد بیارم، به دلیل بسیاری این اتفاق نیفتاد دیگه. میبینید که الان هنوز هیچ جا رنگ نشده، اینجا اولین اتاقیه که ما تازه بعد از 11 ماه میخوایم رنگ کنیم. خلاصه به این دلیل که ما این ایده رو در سر داشتیم، اصلا قبل از اینکه بیایم به این خونه، اون موقع که هنوز تو خونه قبلی بودیم، این دستگاه اسپری رو سفارش دادیم. و این دستگاه یک برند چینی هست به اسم وور
قیمتش تقریبا میتونم بگم نصف برند آلمانیشه، یعنی یه دستگاه دیگه هست همین ایرلس اسپریر، یه ذره متفاوته البته با این، ولی کارش همینه. اون آلمانیش مثلا اگه هست 400 خورده ای، اینو ما خریدیم 200 خورده یورو، فکر کنم 250 یورو اینا، ما اینو سفارش دادیم اومد و همون موقع گفتیم تستش کنیم که ببینیم اگه مشکل داره خب تماس بگیریم یا پس بفرستیم اینا، و اینو تست کردیم. هر کاری میکردیم این که روشن میشد فیوز خونه میپرید و گفتیم خب شاید اینجا مثلا تو این آپارتمان یک داستانی و اینا. سب کردیم اومدیم تو این خونه دیدیم فیوز این خونه رو هم میپرونه. خلاصه با اون کاستومر سرویسشون تماس گرفتیم و گفتیم که این داستان داره و اینا. ببینید اینا خیلی بازی در آوردن این شرکت وور، یعنی پدر ما رو در آوردن سر این قضیه. هی زیر بار نمیرفتن، هی میگفتن که حالا یه ویدیو بفرستین که دقیقا مشکلش چیه، سعی کنین اینجاشو اونجوری کنین، اونجاشو فلان کنین. ما قشنگ کنار اومدیم با چیزایی که میگفتن و واقعا انجام میدادیم، براشون ویدیو فرستادیم، توضیح دادیم داستانش اینجوریه فلانه، و اینا اونجوری گفتن که ما 50 یورو بهتون برمیگردونیم و شما ببرین اونجا همونجایی که زندگی میکنین یه تعمیرگاه پیدا کنین براتون اینو درست کنه. مشکلش هم خودشون هم نمیدونستن چیه. و خب اینجا مثل ایران نیست که مثلا هر سر هر کوچه یه دور تعمیرگاه باشه، که اصلا چنین چیزی نیست که مثلا تعمیرگاه محلی ببریم بدیم براتون درست کنه دیگه. خلاصه ما دیدیم اینا خیلی دارن ادا در میارن، گفتیم که نمیشه، اینو ما نمیتونیم هیچ کارش بکنیم، تعمیرگاه محلی هم نداریم، ما این دستگاه رو برای شما پس میفرستیم، حالا یا خودتون تعمیر کنید به ما برگردونید یا اینکه یه دستگاه دیگه بفرستین که کار میکنه خراب نیست دیگه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، انقدر من به اینا زنگ زدم و پیگیری کردم که اینا آخرش گفتن نه ما اصلا دستگاه هم نمیخوایم، چیزی برای ما پس نفرستید، ما پول رو بهتون برمیگردونیم. دیگه حالا این هرچی هم شد شد، ما پول اینو برمیگردونیم پسش هم نفرستید. خلاصه اینا پول رو واریز کردم به حساب و این دستگاه مونده بود یه چند ماه گوشه خونه افتاده بود. و مثلا فکر کنم دو سه ماه بعدش آنجا یه روزی وقتش گفت برام یه سرکله با این بزنم دوباره. بعد دیگه خودش نمیدونم ابتکار زد چیکار کرد و اینا، چون آنجا هم از این چیزای فنی به نسبت خوب سر در میاره. خلاصه تونست این دستگاه رو تعمیر کنه بعد از چند ماه و همون موقع ما اینو با آب امتحان کردیم و این کار میکرد و الان باز هم چندین ماهه که دیگه این همون گوشه خونه مونده بود و الان ما خیلی کنجکاویم که ببینیم الان دوباره روشنش کنیم با رنگ هم کار میکنه یا نه. به برق هم وصلش کردیم، بریم که روشنش کنیم. چالش اول که چرس کنم، مشکل اول ببینید این آبو مکش میکنه از توی سطله و این شلنگ ازش آب باید بیاد، ولی الان ما روشنش کردیم و این اتفاق داره نمیفته. Try again. آندره یه ذره داره آب اینجوری میریزه توی لوله، میگه شاید کمک کنه. Nope. For the third or fourth time. Third. خب همونطور که میبینید این درست شد، ازش داره آب میاد. گند کاری دقیقم داستان این بود که این شلنگش رو اصلا برداشتیم همونطور که میبینید بازم کار نکرد. بعد نگاه کردیم دیدیم توی این لوله مثلا خاک و آتشخال اینا گیر کرده بود، تمیزش کردیم الان داره کار میکنه. حالا من میگم اون برند آلمانیست مثلا 400 خورده ای قیمتشه، ولی باز با این فرق میکنه. اونی که 400 خورده ای هست اگه اشتباه نکنم اینطوری کله سر شلنگ رو نمیتونیم بذاریم بسنیم تو سطل رنگ، یعنی خودش یک خودش محفظه داره که رنگ رو بریزی توش. اونویش که این مدلی هم فکر کنم باز خیلی گرون ترن. اوکی خب خیالمون یه سر از بابت دستگاه راحت شد، فعلنه داره کار میکنه، حالا باید رنگ آماده کنیم. رنگم داستانش اینه که معمولا میگم تا 10%، یعنی حد اکثر 10% آب باید بهش اضافه کنیم، برای اینکه اینا غلظتشون زیاده این رنگا و مثلا با این دستگاه های اسپری و اینا نمیشه دیگه همطور رنگ غلیظ رو اسپری کنیم، باید یه ذره آدم رقیقش کنه. ما هم چون میخوایم این دیوارا رو سفید کنیم این رنگو خریدیم، پرفروش ترین رنگ
که سفید هست توی آلمان. ببخشید تازه آلمان هم نه، توی اروپا مایست که کافت اینن فاربه، یعنی برای رنگامیزی داخلی توی اروپا پرفروشترینه. من اینو چسب زدم به دیوار، این چسبم که میبینین مخصوص اصلا همین کاره، برای اینه که مثلا برای رنگامیزی و اینا آدم بچسبونه به در دیوار و موقع کندنش این نباید به رنگ آسیب برسونه. خب این سطله 12 لیتر رنگه، اینم 1 لیتر آبه، یعنی میشه یه ذره کمتر از 10% و ما الان میخواییم اینو کم کم اضافه کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. غلظتش الان اینطوریه، مثل اینکه اینطوری نباید چکه کنیم، باید همش خیلی یه ذره شلتر باید باشه. الان باید روشنش کنیم، صبر کنیم تا اینکه رنگ از اینجا این داره مکش میکنه بیاد از این شلنگ رنگ بیاد بیرون، اون وقت دیگه آماده کاره. ببینین ولی این همچنان از اینجا چکه میکنه، خیلی فجیع نیست ولی خب نیم ساعت کن بخوای رنگ کنی، الان این مثلا 10 ثانیه روشن بوده انقدر چکه کرد، بعد نیم ساعت ببین دیگه چه اتفاقی میفته. بریم که امتحان کنیم. تکنیک رنگ کردن با اینه که خب این تکنیکی که ما تا حالا از یوتیوب یاد گرفتیم برای رنگ کردن اینه که آدم توی نوع مچ دستش رو حرکت بده، مثلا حدود 30-40 سانت آدم بعد از دیوار فاصله داشته باشه و مثلا در طول دیوار بعد با این حرکت کنی که این همینطوری اینجوری مستقیم رو به دیوار باشه همش، بعد درجهش هم بعد اینجوری تنظیم بشه که ببینید تا جایی که ممکنه خط نندازه مثلا یه گوشه رو، و اینکه هر بارم که رنگ میکنی یک لایه که میری دوباره از وسط همون ردیف شروع کنی دوباره، یعنی 50% و انگار که همش داری دوباره رنگ میکنی. نمیدونم توضیحش یه ذره سخته، امیدوارم که در ادامه ویدیو ببینید که چجوریه. خیلی باحاله، خیلی هیجان انگیزه. Wonder Gerät. Wow. It's magic!
بچه ما یه دور دیوارا و سقف همه رنگ کردیم، بعد دیدیم که رنگمون برای فردا کمه، یعنی فردا بخوایم دوباره یه دور دیگه رنگ کنیم بنزه کافی رنگ نداریم. بعد من با این قیافه‌ای که می‌بینید بودو بودو اومدم فروشگاه، برای اینکه امروز شنبه است و فردا همه جا تعطیله، 20 دقیقه مونده فروشگاه تعطیل شه، اومدم اینو دارن. این مدت خیلی زیادی تخفیف خورده بود، یعنی با همین قیمت 10 به اضافه 2 بود، 12 لیتر بود. الان دقیقاً این تخفیفشون تموم شده، همون پول رو باید بدی ولی 10 لیتر دیگه، دقیقه 90 دیگه، مجبورم همینو بگیرم. خب بریم تو. این از نتیجه رنگ‌آمیزی دیروز، نمیدونم چقدر توی ویدیو خوب مشخصه ولی بعد از یه دور رنگ زدن این نتیجه برای من واقعا عالیه. بچه ها این رنگی که من دیروز خریدم اینو دیگه با آب میکس نکردیم، برای اینکه توی تمام ویدیوهای یوتیوب گفته بودم 10% آب اضافه کنیم به رنگ ها، ولی روی این رنگ ننوشته که بعد با آب قاطی بشه و من فکر میکنم اشتباه ما این بود دیروز که بهش آب اضافه کردیم، چون یه جاهایی شوره میکرد. من مجبور میشدم خیلی سریعتر حرکت کنم و خب سریعتر که حرکت میکنی یه دست رنگ نمیشه دیگه. بعد گفتیم امروز بدون میکس کردن آب امتحان کنیم ببینیم که نتیجه چطوره. ما دقت کردیم دستگاهی که سفارش میدیم حتما این نوع داشته باشه، برای اینکه سقف خونه رو بلنده، 280 خونه های جدید اینجا سقفشون کوتاه‌تره و با این چیز عادیش نمیشد. A few moments later. آندره فقط با اون کلاه. ما فکر میکردیم که این اتاق مثلا بعد 3 دور رنگ بشه حداقل تا یه چیز قابل قبولی بشه، ولی الان دیدیم که با 1 دور رنگ کردنم کاملا قابل قبول بود ولی ایدئال نبود. الان دور دوم رنگ رو کردیم، به نظر من دیگه نیاز نداره بریم سراغ دور سوم و ما دیگه اینجا ختم جلسه رو اعلام میکنیم. البته هنوز خشک نشده که نتیجه رو ببینیم، ولی معمولا خشک میشه بهتر میشه. من هر 30 ثانیه یه بار میگم قیافه رو، ولی گفتم یه تجربه هم در مورد کار کردن با این دستگاه باهاتون در میون بذارم که اگر شما هم خواستین باش کار کنین یه ذره کارتون راحت تر بشه. ببینین گفتم بهتون این دیروز یه ذره شوره میکرد و اینا و خیلی اعصاب ما رو به هم ریخت و ما مثلا دیگه امروز اصلا با آب میکسش نکردیم که به نظرم خیلی ایده خوبی بود، یعنی همینطوری خیلی تمیز و بهتر رنگ کرد به نظر من. ولی خلاصه هر از گاهی یه ذره این قطره قطره مثلا اسپری میکرد رو آب، یا مثلا چی میگن انگار که مثلا نشتی داشته باشه چه این چیزی، به جای اینکه قشنگ اسپری کنه یه قطره های رنگ روی دیوار میدیدیم و این دیروز خیلی اعصاب منو به هم ریخت، چون من تقریبا 1 سال وقت گذاشتم که بتونه های دیوار صاف و تمیز بشه، بعد مثلا میبینی یهو یه چنین چیزی گند میزنه به کار. ولی اگه این اتفاق براتون افتاد پنیک نکنین، خیلی استرس بهتون دست نده. ما یواش با این رولر از این رولای کوچولو برداشتیم اینو مثلا اینطوری روی دیوار محوش کردیم و دیروز که این کارو کردیم امروز اصلا اثری ازش نبود، یعنی خوشبختانه کیفیت این رنگ هم انقدر خوب بود که وقتی که خشک میشه قشنگ انگار یکم باز میشه و محو میشه، یعنی مثلا بافت استراکچری از اون رول روی دیوار اصلا مشخص نبود، خیلی خوب و عالی شد نتیجه. امروز هم با اینکه با آب مخلوط نکردیم کمترین اتفاق افتاد یعنی، ولی باز با این وجود بازم یه سری قطره قطره افتاد روی دیوار که بنا به تجربه دیروز من دوباره با رولر اینا رو یه ذره محو کردم تو دیوار و فکر نمی‌کنم که مشکلی پیش بیاد از این نظر. آخرین چیزی هم که یادم افتاد، برای این اتاق گفتم حدود 20 متری ما حدود 20 لیتر رنگ مصرف کردیم، حالا یکم کمتر بیشتر، هر دو تا سطری که داشتیم هیچ کدوم تا ته خالی نشدن. خب این اتاق دیگه رنگاش خشک شد، تمیزش کردیم، همه کاراشو انجام دادیم و دیگه حاضر و آماده شده برای اینکه میزای کامپیوترمون رو بیاریم اینجا و دیگه از اتاق استفاده کنیم. بریم نتیجه رو ببینیم. بفرمایید، اینم اتاق تازه رنگ شده. حالا توی این نور نمیدونم چقدر هم مشخص میشه، فکر نکنم خیلی همه چی خوب معلوم بشه، ولی ببینیم مثلا این دیوارا رو ببینیم
پدر بنده در اومده تا اینا به این شکل در بیان صاف و صیقلی شدن. و البته خب به خاطر اسپری هم، یعنی هیچ اثر قلم و فلان و اینایی هم که روی دیوار نیست، اصلا آدم این دیوار رو میبینه حس میکنه انگار که مثلا توی کارخونه اینو رنگ و مثلا روش پرینت کردن آوردن کار گذاشتن اینجا. اینطوری ترتمیز رنگ شده آدم لذت میبره. دیروزم آندری اومده، اینا بهش میگیم قرنیز دیگه، نه اومده زیر این قرنیزا کار رد کرده برای اینترنت، یه دونه اینجا و دوباره رفته یکی دیگه هم این ور برای کامپیوتر من. خیلی 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 زیاد خوشحالیم که از فردا یه اتاق کار مجزا داریم. و اینم بهتون بگم که ضبط این ویدیو که الان شما دارین دیگه آخرش رو می‌بینین، نمیدونم چند قسمت میشه برای کل مجموعه، حدود یک سال طول کشید، چون دقیقاً فردا سالگرد روزیه که ما به این خونه اومدیم و اصول کشی کردیم اومدیم اینجا و یکم بعدش هم شروع کردیم به بازسازی این اتاق. و در تمام طول این یک سال من خورد خورد هر وقت که میومدم کار کنم تا جایی که میشد ویدیو ثبت میکردم برای این چیزی که الان شما دارید میبینید. و خیلی زیاد خوشحالم میکنیم اگر که ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. این یک نشونه هست برای من که بدونم مثلا اینطور ویدیوها رو دوست دارید، بیشتر این نوسازی ها رو باهاتون شیر کنم، بیشتر از اینجور ویدیوها براتون درست کنم. امیدوارم که دیدن ویدیو براتون جالب بوده باشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.